شخص احمد آقا پسر آقا خمینی هم از 3-4 سال قبل مجازات از روزنامه خونش، از مدرد خونش، از اعلامی خونش همه باید اعدام شد. مؤلف کتاب آیات شیطانی همچنین ناصرین مطلع از محتوای آن محکوم به اعدام می باشد. اقدام دولت اسلامی به معنای برهم زدن قوانین پذیرفته شده و احکام پذیرفته شده اسلامی نیست. چنین چیزی در پاسخ امام وجود نداره. امام فرمودن چرا نداری؟ آقای خامنه‌ای. انا لله و انا الیه راجعون. روح بلند پیشوای مسلمانان و رهبر آزادگان جهان حضرت امام خمینی به ملکوت اعلا پیوست. آیت الله خمینی در اواخر عمر دستوراتی صادر کرد که حتی در مقایسه با تصمیم‌های تند خودش در گذشته هم تکان دهنده بودند. او نه تنها فرمان اعدام چند هزار زندانی سیاسی را داد، که نامه دیگری را برای اعدام فرماندهان مقصر در شکست‌های نظامی ایران نوشت. همچنین نه تنها فتوای قتل یک نویسنده مشهور را صادر کرد، که حتی از اعدام زنی ناشناس سخن گفت که در برنامه رادیویی دختر پیامبر اسلام رو الگوی خودش ندونسته بود. آقای خمینی در همین مقطع قائم مقام رهبری رو به خاطر اعتراض به اعدام‌ها کنار گذاشت و برای کاهش نگرانی‌هاش در مورد آینده دستور تغییرات عظیم در ساختار حکومت رو داد. در حالی که پیشتر ولی فقیه رو قادر به تغییر احکام اولیه اسلام دونسته بود و حتی علی خامنه‌ای رئیس جمهور وقت رو به نشناختن ولایت فقیه متهم کرده بود. این برنامه بین سطور به دستورات روح الله خمینی در حدوداً یک سال پایانی زندگیش می‌پردازه. تصمیم‌هایی با تبعات دراز مدت که لاجرم بر تحولات پایان دوره رهبر فعلی هم تأثیرگذار خواهند بود. اگر نبود انگیزه‌ای که همه ما و عزت و اعتبار ما باید در مسیر مصلحت اسلام و مسلمین قربانی شود، هرگز راضی به این عمل نمی بودم و مرگ و شهادت برایم گواراتر بود. خوشا به حال آنان که با شهادت رفتند. خداوندا این دفتر و کتاب شهادت را همچنان به روی مشتاقان باز و ما را هم از وصول به آن محروم مکن. بدا به حال من که هنوز ماندم و جام زهرآلود قبول قطعنامه را سر کشیدم. قبول این مسئله برای من از زهر کشنده تر است. میدانم که شهادت شیرین تر از عسل در پیش شماست، مگر برای این خادمتان این گونه نیست؟ ادبیات پیام آیت الله خمینی هنگام اعلام پذیرش قطعنامه 598 از وضعیت روحی خاصی حکایت داشت. اشارات پیاپی نویسنده پیام به مرگ خودش که بعداً هم در مناسبت‌های دیگه تکرار شد، البته فضای احساسی رو در میان پیروانش ایجاد می‌کرد. پیروانی که گویی مصیبت اصلی رو حال رهبر می‌دونستند و نه مسئولیتش در سرنوشت کشور و جنگ. ولی فارغ از لحن هیجان زده، متن پیام نشون دهنده سرخوردگی عمیق بنیانگذار جمهوری اسلامی از تحقق شعار به شدت پرهزینه پیروزی در جنگ بود. چیزی ندارم که به شما در چنین شرایطی مقام اول حکومت فرمانهای پی در پی رو با موضوع مشخص اعدام دست جمعی صادر کرد. او در 2 مرداد 67 به سازمان قضایی نیروهای مسلح دستور داد دادگاه ویژه تخلفات جنگ بدون رعایت مقررات دست و پاگیر تشکیل شه. حکم دادگاه رو هم پیشاپیش مشخص کرد. هر عملی که به تشخیص دادگاه موجب شکست جبهه اسلام و یا موجب خسارت جانی بوده یا می باشد، مجازات آن اعدام است. البته این حکم
با پادرمیانی هایی صورت گرفته در داخل حکومت اجرا نشد، ولی نفس صدور حکم اعدام فرماندهان، اون هم در بحرانی ترین شرایط جبهه‌های جنگ، حکایت از نوعی بی‌پروایی خاص در صدور احکام مرگ داشت. در همین فضا بود که روح‌الله خمینی تنها 4 روز بعد در 6 مرداد 67 دستور اعدام دست جمعی دیگری را صادر کرد. این بار علیه زندانیان سیاسی که برخلاف فرماندهان موضوع دستور قبلی، نهادهای قضایی و امنیتی هم پیگیر نابودیشون بودن. این یه چیزی است که اطلاعات روش نظر داشت و سرمایه‌گذاری کرد و شخص احمد آقا سرآقا خمینی هم از 3-4 سال قبل مجاهد از روزنومه خونش و از مدرد خونش و از اعلامی خونش همه باید اداد اینا یه همچی فکری میکردن و حالا فرصت رو مختنم شمردن در این جریان که مناقضین اومدن به ما حمله کردن از امام نوشته گرفتن. حکم اعدام زندانیان وقتی صادر شد که بعد از پذیرش قطعنامه، نیروهای سازمان مجاهدین خلق از داخل عراق به مرزهای ایران حمله کرده و علارغم پیشروی‌های اولیه شکست سختی خورده بودند. اگرچه تلافی کردن حمله اونها با اعدام زندانیان که به فرض تمایل اونها به سازمان هم کاری بیش از تظاهرات در زندان از دستشون بر نمی اومد، حیرت انگیز بود. آقای خمینی در حکم خودش نوشت کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند محارب و محکوم به اعدامند. سپس از مسئولان قضایی و امنیتی خواست از رحم بر محاربان خودداری و دستورش رو با خشم و کینه انقلابی اجرا کنند. ما چون باورمون این است. به دنبال صدور حکم، عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس وقت شورای عالی قضایی به واسطه احمد پسر آیت الله خمینی سوالاتی رو مطرح کرد. از جمله اینکه آیا زندانیان سر موضعی که محکوم به حبس کوتاه مدت شدن و بخشی از اون رو سپری کردن هم باید اعدام بشن یا نه؟ پاسخ رهبر این بود: هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است. سریعا دشمنان اسلام را نابود کنید. در هر صورت که حکم سریع‌تر اجرا شود همان مورد نظر است. به عبارت دیگه آقای خمینی اصرار داشت جان افراد سر موضع با شتاب گرفته شه، ولی اون که مثلا به 1 سال زندان بیشتر محکوم نشده باشن و اون هم در حال پایان باشه. عجیبتر اون که اعدام زندانیان مجاهد به فاصله چند هفته به زندانیان مارکسیست هم گسترش یافت که از اساس ارتباطی بین اونها با عملیات مجاهدین خلق متصور نبود. در کتاب خاطرات آیت الله منتظری اومده که اعدام گروه اخیر بر مبنای نامه دیگه از رهبر وقت بوده. متن نامه البته در دسترس نیست، اما با توجه به نتایج عملی نامه باید اون رو سومین حکم اعدام دست جمعی آیت الله خمینی در هفته‌های پس از قبول قطعنامه محسوب کرد. هرچه بود، صدور فرامین اعدام زندانیان سر موضع در عرض 2 ماه بالاترین تعداد اعدام در تاریخ معاصر ایران رو رقم زد. اعدام‌هایی که تعدادشون در خاطرات آیت الله منتظری تا 3800 و در گزارش‌های دیگه بیشتر ذکر شده. آیت الله خمینی در اواخر زندگیش گذشته از صدور احکام اعدام دست جمعی، در خصوص اعلام احکام قتل برای اشخاص هم جنجالی تر از سابق عمل کرد. آیت الله خمینی has said he should be executed. خبرسازترین فتوای قتل علیه سلمان رشدی نویسنده رمان آیات شیطانی صادر شد که به باور روح الله خمینی به پیامبر اسلام توهین کرده بود. البته صدور فتوای قتل در زندگی سیاسی آیت الله خمینی بی سابقه نبود، ولی ماجرای سلمان رشدی تفاوت داشت، چون فتوای علنی قتل یک نویسنده مشهور جهان و نه تنها این نویسنده بلکه تعدادی بدون محدودیت از افرادی بود که به انتشار کتاب او کمک کرده باشند. مؤلف کتاب آیات شیطانی که علیه اسلام و پیامبر و قرآن تنظیم و چاپ و منتشر شده است، همچنین ناشرین مطلع از محتوای آن محکوم به اعدام می باشند. از مسلمانان غیور می خواهم تا در هر نقطه که آنان را یافتند سریعا آنها را اعدام نمایند، تا دیگر کسی جرأت نکند به مقدسات مسلمین توهین نماید و هر کس در این راه کشته شود شدید است انشاءالله. بنیانگذار جمهوری اسلامی چند روز بعد لازم دید گوشزد کنه سلمان رشدی حتی در صورت توبه کماکان باید به قتل برسه.
او این سخن رو زمانی گفت که علی خامنه ای رئیس جمهور وقت نظری بدون هماهنگی داد. آقای خامنه‌ای فردای صدور فتوای قتل سلمان رشدی رو بلا شک محدور الدم و کشتن او رو کار واجبی دونسته بود. اما به فاصله دو روز در خطبه های نماز جمعه تهران گفت رشدی بلا شک اعدام انقلابی میشه و ادامه داد البته ممکن است توبه کند، کتاب بنویسد، غلط کردم بگوید، از مسلمان‌های دنیا، از امام امت عذرخواهی کند، بگوید اشتباه کردم، کتاب مال من نیست، که در این صورت ممکن است مردم گناه او را ببخشند. روز بعد سلمان رشدی گفت درک می‌کند که بسیاری از مسلمانان از انتشار کتابش آزرده شدند و افزود عمیقاً از این بابت متاسفه. خوشبینی‌های ایجاد شده برای حل بحران با واکنش فوری آیت الله خمینی خاتمه یافت که گفت لغو حکم قتل سلمان رشدی در صورت توبه 100% تکذیب میشه. آیت الله خمینی said today that the British author Salman Rushdie will not be forgiven for blaspheming against Islam however much he repents. او تاکید کرد سلمان رشدی اگر توبه کند و زاهد زمانه هم گردد بر هر مسلمان واجب است با جان و مال تمامی کوشش خود را به کار گیرد تا او را به درک واصل کند. آیت الله خمینی در نوآوری بعدی افزود اگر غیر مسلمانی از مکان او مطلع گردد و قدرت این را داشته باشد تا سریعتر از مسلمانان اعدامش کند بر مسلمانان واجب است آنچه را که در قبال این عمل می‌خواهد به عنوان جایزه یا مزد عمل به او بپردازند. علی خامنه ای در تبعیت از موضع رهبر در نشستی خبری در یوگسلاوی گفت او هم فکر می‌کنه مسئله رشدی راه حلی نداشته باشه. بعد جمله ای رو بر زبون روند که در سالهای بعد مضمونش رو چند بار تکرار کرد. این تیر از چله کمان خارج شده است و هدفگیری درست هم شده است. دیر یا زود این تیر خواهد رسید به هدف. بلا شک بایستی این حکم اجرا بشود و اجرا هم خواهد شد. او یک سال پس از رهبر شدن هم به زعم خودش راه حل ساده ای رو به غرب پیشنهاد کرد. بدن دست مسلمان ها، نمیگیم دست ما، بدن دست همون مسلمان های انگلیس. حکم الهی رو درباره او جاری کنن، این حل خواهد شد که تمام میشه. در سالهای بعد از صدور فتوا به مترجمان کتاب آیات شیطانی به زبانهای ژاپنی، ایتالیایی و ترکی و نیز به ناشر نروژی این کتاب سوءقصد شد. در 21 مرداد 1401 سلمان رشدی هدف 10 ضربه چاقو به گردن، شکم و چشم خودش قرار گرفت. ضارب او پس از سوءقصد گفت به آیت الله خمینی احترام میگذاره و فکر میکنه که فرد بزرگیه. پایان زندگی آیت الله خمینی پیامد سکته قلبی بود، ولی در ارزیابی پزشکان ریشه در پیشرفت بیماری سرطان داشت. خاطرات ثبت شده از مقطع منتهی به مرگ آیت الله 87 ساله از خشم شدیدش در هنگام صدور برخی احکام جنجالی حکایت دارند. در مجله پاسدار اسلام در دهه 60 از جمله محمد حسن رحیمیان از اعضای وقت دفتر رهبری در مورد صدور حکم قتل سلمان رشدی در چنین شرایطی شهادت داده. آقای رحیمیان نقل کرده روح الله خمینی از خشم می‌لرزیده و گفته والله اگر جوان بودم و قدرت حرکت داشتم شخصا می‌رفتم و او را می‌کشتم. قابل توجهه که حدود دو هفته قبل از صدور فتوای قتل نویسنده ی آیات شیطانی، آقای خمینی چنان از شنیدن مصاحبه یک عابر خیابان عصبانی شد که بحث اعدامش رو پیش کشید. در 8 بهمن 67 رادیو به مناسبت تولد دختر پیامبر اسلام برنامه‌ای رو پخش کرد که در جریان اون مصاحبه شوندگان الگوی زندگی خودشون رو فاطمه زهرا می‌دونستن. در میان مصاحبه شوندگان اما زنی هم بود که گفت دختر پیامبر 1400 سال پیش بوده و در نتیجه او الگوی جدیدتر همچون اوشین رو برای خودش انتخاب کرده. اوشین کاراکتر اصلی یک سریال محبوب ژاپنی بود که روح الله خمینی هم اون رو دوست داشت. آیت الله خمینی در واکنش به برنامه رادیویی به محمد هاشمی مدیر عامل وقت صدا و سیما نوشت فردی که این مطلب را پخش کرده تعذیر و اخراج می‌گردد و دستاندرکاران آن هم تعذیر خواهند شد. در صورتی که ثابت شود قصد توهین در کار بوده بلا شک فرد توهین کننده محکوم به اعدام است.
البته آقای خمینی بعداً از مجازات عوامل برنامه شامل شلاق، زندان و اخراج منصرف شد. در مجموعه مکاتبات او تحت عنوان صحیفه امام از عفو این افراد به درخواست موسوی اردبیلی حکایت شده. اگرچه محمد هاشمی عفو اونها رو نتیجه پادرمیونی خودش دونسته. خدمت امام گفتم که آقا من مسئول صدا و سیما هستم. اگر خطایی هم شده من پاسخ خوبانه باشم. اگر این بچه ها محکومیتشون عملی بشه و احکام در باشون اجرا بشه دیگه نمیشه رادیو تلویزیون رو اداره کرد. خب اینا کارمندان دستشون به کار نمیره. من اون نامه که نوشته بودم دادم خدمت امام. امام همونجا روش دستور دادم با آقای موسوی اردبیلی که شواهدی برجسته تر از تصمیم‌های خشم‌آلود در جریان اقدام بزرگتری گزارش شدن که آیت الله خمینی حدود 2 ماه پس از احکام جنجالی بهمن 67 صورت داد، یعنی زمانی که آیت الله منتظری رو از قائم مقامی رهبری برکنار کرد. آقای منتظری پس از اعدام‌های تابستان 67 2 نامه اعتراضی صریح به رهبر وقت نوشت. سپس در جلسه با حضور حسین علی نیری حاکم شرع، مرتضی اشراقی دادستان، ابراهیم رئیسی معاون دادستان و مصطفی پور محمدی نماینده وزارت اطلاعات در زندان اوین کوشید جلوی اعدام ها را بگیره. به نظر من بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه و دست شما انجام شده و شما رو در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ میمیزن. همه یه رفقای ما با نام نویسن به امام مخالف بودن. ولی من دیدم من جواب ندارم روز قیامت. من باید دیدم است ما خدا کنیم. من خب 50 سال یه برای آقای خمینی قضاوت نکنم. میگم آقای خمینی یه چهره خونریز صد باک پتاکی بود. من میخوام در تاریخ این رو باشه. شخص اول نظام به نامه های انتقادی قائم مقام خودش جواب نداد و متن نامه های آیت الله منتظری هم رسانه‌ای نشد. تا 7 ماه بعد که در شماره 22 اسفند نشریه انقلاب اسلامی در هجرت به مدیریت ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس جمهور ایران انتشار یافت. 2 هفته بعد در 5 فروردین 68 رادیو بی بی سی متن نامه ها رو به نقل از انقلاب اسلامی خوند و رهبر وقت به روایت اطرافیان از همین طریق از انتشار عمومی اونها مطلع شد. آیت الله خمینی البته 3 روز قبل هم موضع علنی ولی غیر مستقیم علیه قائم مقام وقت رهبری گرفته بود که مشخص نیست با انتشار نامه‌ها در اواخر اسفند ارتباط داشت یا نه. آقای خمینی در 2 فروردین 68 با متهم کردن ساده اندیشان موجه به تکرار سخنان نفوذی‌ها گفته بود با هیچ کس در هیچ مرتبه‌ای عقد اخوت نبسته. سپس با حمله شدید به کسانی که اونها رو مدافع منافقین و لیبرال ها مینامید، خطاب به ایادی بیگانه و ناآگاهان گول خورده هشدار داده بود که بدون هیچ گذشتی طرد خواهند شد. در هر حال موضع گیری نهایی آیت الله خمینی در 6 فروردین صورت گرفت. در نامه شدید و لحن با آیت الله منتظری که حکایت داشت در دفاعیه شما از منافقین تعداد بسیار معدودی که در جنگ مسلحانه علیه اسلام و انقلاب محکوم به اعدام شده بودند را منافقین از دهان و قلم شما به آلاف و الوف رساندند و می‌بینید که چه خدمت ارزنده‌ای به استکبار کرده اید. او در ادامه به آقای منتظری هشدار داد از آنجا که ساده لو هستید و سریعا تحریک می‌شوید در هیچ کار سیاسی دخالت نکنید و برای اینکه در قعر جهنم نسوزید به اشتباه و گناه اعتراف کنید. نویسنده نهایتاً آیت الله منتظری رو متهم به خیانت و تهدید به برخورد تندتر کرد. علی خامنه‌ای نقل کرده پس از اطلاع از نامه 6 فروردین به همراه هاشمی رفسنجانی و چند نفر دیگه پهلوی رهبر وقت رفته و در اونجا روح الله خمینی لفظ فاجر به معنی مرتکب گناهان زشت و 2 لفظ دیگر رو برای آقای منتظری به کار برده که او از تکرارشون خودداری کرده. آقای خامنه ای افسوده در همین جلسه هاشمی رفسنجانی مصر بوده نامه تند رهبر از رادیو خونده نشه و آیت الله خمینی تهدید کرده اگر خیلی اصرار کنید میگویم همین امشب نامه را بخوانند. هرچند طبق روایت هاشمی آقای خمینی بعد از جلسه نظرش رو عوض کرده. آخرین قرار این شد که گفتن امشب پخش نمیکنن.
یعنی شب رو ایشون قبول کردن پخش نشه تا فردا برسه. فردا من ساعت نزدیک صبح دیدم در خونمون زنگ زد، پا شدم دیدم از طرف امام یک نفر آمده پیش از اذان. گفت امام فرمودن که به تو بگم چون دیشب خیلی ناراحت رفتید از اینجا، من تصمیم گرفتم که حرف شما رو قبول کنم، این نامه رو پخش نمی‌کنم. آیت الله منتظری پس از دریافت نامه با نوشتن متنی از جانشینی رهبری کنار گرفت. در نتیجه روح الله خمینی نامه جدیدی نوشت که در 8 فروردین از صدا و سیما خونده شد. نامه‌ای که در ظاهر تند نبود ولی صراحتاً بر برکناری حسین علی منتظری تصریح داشت. بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در اواخر عمر در کنار صدور دستورات تند علیه افراد مختلف، فرمانهای پی در پی رو هم برای تغییر ساختار حکومت صادر کرد. او یک ماه بعد از برکناری آیت الله منتظری دستور بازنگری قانون اساسی رو داد. مطابق دستور صادره، تغییرات مورد نظر از جمله باید به تمرکز بیشتر در حکومت می انجامید و انتخاب رهبر بعدی رو تسهیل می کرد. آیت الله خمینی سپس در نامه‌ای به رئیس وقت مجلس خبرگان در 9 اردیبهشت 68 مشخصاً مخالفت خودش رو با وجود شرط مرجعیت برای رهبری اعلام کرد. توصیه‌ای که پیامد حذف آیت الله منتظری و فقدان جایگزین همسطح برای او بود. اما فرمودن چرا ندارید آقای خمینی؟ کار تغییر قانون اساسی البته تا بعد از مرگ آقای خمینی طول کشید. در متن نهایی با توجه به خواست بنیانگذار جمهوری اسلامی شرط مرجعیت حذف شد و به جای اون شرط کلی صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه اومد که معنیش هرچه بود مرجعیت نبود. در قانون جدید به علاوه اختیارات رهبر در زمینه‌هایی چون تعیین سیاست‌های کلی نظام و صدور فرمان همه پرسی افزایش یافت. مهمتر اون که قانون اساسی قدیم بر قرار داشتن قوای سگانه زیر نظر ولایت امر تاکید داشت که در قانون جدید به ولایت مطلقه امر تبدیل شد. انجام چنین تغییراتی همسو با تاکیدات قبلی آیت الله خمینی در مورد دامنه نامحدود اختیارات حکومت مذهبی بود. دامنه آنچنان نامحدود که باور اون حتی برای کسی که بعدن جانشین او شد هم دشوار بود. در انتهای آذر 66 اختلافی میان دولت میرحسین موسوی و شورای نگهبان در مورد حدود دخالت دولت در روابط کارگر و کارفرما در گرفت و کار به استفتا از رأس نظام رسید که حکم به نامحدود بودن دخالت حکومت اسلامی داد. به دنبال اون علی خامنه ای گفت حکم ولی فقیه به معنی دخالت نظام در چهارچوب احکام دینیه و نه دخالت نامحدود. این اقدام دولت اسلامی به معنای برهم زدن قوانین پذیرفته شده و احکام پذیرفته شده اسلامی نیست. گویا بعضی میخواستن از این فتوای امام و نظر امام اینجور استنباط کنن یا سوء استفاده کنن یا به هر حال نفهمی اونها و عدم تسلط اونها به منابع اسلامی و مبانی اسلامی اینجور ایجاب میکرد. چنین چیزی در پاسخ امام وجود نداره. امام که فرمودن دولت میتوانه شرطی رو بر دوش کار فرما بگذاره، شرط الزامی، این هر شرطی نیست، اون شرطی است که در چارچوب احکام پذیرفته شده اسلامه و نه فراتر از او. روح الله خمینی در واکنش نامه ای تند رو برای انتشار به صدا و سیما داد. او به علی خامنه ای گوش زد کرد تعبیر شما با آنکه این جانب گفتم حکومت در چارچوب احکام الهی داره اختیار است به کلی برخلاف گفته های این جانب بود. آیت الله خمینی ادامه داد اظهارات آقای خامنه ای ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهی است و تصریح کرد حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله است یکی از احکام اولیه اسلام و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. تصمیم های آیت الله خمینی در پایان زندگی همواره موضوع تحلیل های گسترده بودند. تحلیل های متفاوتی که اون تصمیم ها رو به مجموعه ای از عوامل پشت پرده نسبت دادند. طیفی از ناظران معتقدند که صدور فرمان هایی در حد فتوای قتل سلمان رشدی بی ارتباط با سرخوردگی پس از ماجرای جام زهر و نیاز رهبر وقت به نمایش چهره مقتدر از خودش نبودند.
به علاوه بسیاری بر این باورند که دستورهایی مانند اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی یا برکناری قائم مقام رهبری تحت تأثیر جریاناتی حکومتی قرار داشتند که مدت‌ها در حال زمینه‌سازی برای اهدافشون بودند. حتی چهره‌هایی با نکته سنجی در دستخط بعضی از نامه‌های جنجالی آقای خمینی در اواخر عمر در اینکه او شخصاً نویسنده اون نامه‌ها بوده تشکیک کردند. البته غیر ممکن نیست که آیت الله خمینی به خاطر ضعف و بیماری سرطان در اواخر عمر بخشی از مکاتبات خودش رو دیکته کرده باشه یا میزان تأثیرپذیریش از اطرافیان افزایش یافته باشه، به ویژه اون که بیماری شرایط پیچیده‌ای رو براش ایجاد کرده بود که در خاطرات اطرافیان اشارات معنی‌داری به اونها وجود داره. از جمله اون که در بیمارستان آقای خمینی چنان از این که نمیتونسته بدون همراه به دستشویی بره معذب بوده که آرزوی مرگ کرده، یا حتی این که استفاده از شیمی درمانی برای معالجه او مخالفانی جدی داشته که نگران تأثیر سیاسی تصاویر بدون موریش رهبر بودن. با وجود همه اینها مستنداتی وجود ندارند که روح الله خمینی رو مبرا از دستورهای یک جنس آخرین سال مسئولیتش نشون بدن که تماماً هم قبل از بستری شدن صادر شده بودن، خصوصاً چون بسیاری از اونها انعکاس رادیو تلویزیونی داشتن و با توجه به شواهد رادیو گوش کردن رهبر وقت حتی تا آخرین هفته های عمر نمیشه تصور کرد بدون اطلاعش منتشر شده باشن. بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون. روح بلند پیشوای مسلمانان و رهبر آزادگان جهان حضرت امام خمینی به ملکوت اعلا پیوست. چون این دستوراتی اما گذشته از اون که تا چه حد تحت تاثیر شرایط جسمی و ذهنی رهبر وقت بودن یا نبودن، اغلب تبعاتی عظیم و دراز مدت رو در پی داشتن. به همون ترتیب که تصمیم‌های پایان دوره رهبر فعلی هم میتونن تبعاتی در همین ابعاد داشته باشن، فارغ از اون که این تصمیم‌ها در چه شرایطی گرفته شن یا پایان دوره او در چه زمانی فرا برسه.